چه کسی یا چه چیزی برای رسیدن به هدفتان بیش از هر چیزی تأثیر داشته؟ خب اگه بخوام اسم یک آدمی رو بگم که واقعا توی این مسیر کمکم کرده، مامانم بوده. چون مامانم یه جورایی میتونم بگم بهترین دوست منه و تنها کسیه که وقتی یه ماجرایی دارم میدونم اولین نفر میتونم به اون زنگ بزنم. و درباره هر چیز جهان ما میتونیم با هم ساعت‌ها حرف بزنیم. یه سری یک ساعت مکالمه کردیم و دیگه خود همراه اول لطف کرد و قطع کرد تلفن رو. و همیشه خیلی ساپورتیو بوده دیگه برام تو زندگی. و اگرم جایی اشتباه کردم یا یه کاری کردم که میدونستم که دوست نداره، تهش یه جور عجیبی با هم برخورد کرده که خودم موندم که چرا اینجوریه؟ مگه قرار نیست که مامانا یه شکل دیگه باشن؟ و توی این مسیرم خیلی ساپورت کرده و پشتیبانی کرده همیشه ازم. و همون گروه تئاتری که دربارش گپ زدم، که ما چند تا جوون همسن و سال بودیم که شروع کردیم با هم نمایشنامه خوندن و نمایشنامه خوانی گذاشتن و تمرین بدن کردن و دو سه ساعت تو این پلاتو تو اون پلاتو، که تهنشین شدن تمام اون اتفاقات تو من احساس میکنم که یه چیزی برام داشته که کمکم کرده. از موقعیتی که الان در آن قرار دارید راضی هستید؟ این همون موقعیتی است که انتظارش رو داشتین؟ خیلی راضی بودن که به نظرم یه سقفی نداره که تو بگی آها خب اینجام دیگه خوبه جام. نه اینطوری نیست. من که اولا کلی راه دارم که قراره برم، ولی چیزی که الان توشم حداقل حالم باهاش اینه که دارم توی مسیر درستی میرم. یعنی این راهی که انتخاب کردم خوبه جاش. ولی اینکه دقیقا بخوام همینجا باشم و بگم آها کارمو کردم، خب قطعا نه، اینجا اینطوری نیستش. حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. پس از اینکه به هر حال بازیگر شدید، برای تقویت تواناییتان و برای اینکه بازیگر بهتری شوید چه کردید؟ چون که من خیلی غریبه بودم با این پروسه و احساس میکردم که مثل یه ظرف خالی و وارد این اتفاق شدم، خب خیلی براش تلاش کردم و این چیزیه که میتونم به جرئت بگم که واقعا براش تلاش کردم. یعنی حالا کار شاقی هم نکردم و طبعا، ولی خوندم، دیدم، نوشتم، رفتم، اومدم، ساعتها تمرین کردم، نخوابیدم، همزمان سر دو تا کار رفتم، کلا یک ساعت تونستم ما بینش بخوابم. یا هر چیز جدیدی که اومده یا دربارش یه جایی گپ زدن تو نوت موبایلم سیف کردم، رفتم ببینم چه خبره، پرسجو کردم، گوگل کردم، سرچ کردم یا هر چیز دیگه ای. و فکر میکنم که خیلی دارم براش تلاش میکنم دیگه. حالا امیدوارم نتیجه‌اش هم ببینم. فراوان شنیدیم که میگویند سینما بی‌رحم است. شما این را قبول دارید؟ اگر شما هم معتقدید سینما بی‌رحم است، در مسیرتان مساق‌های بی‌رحمی که دیده‌اید چه بوده؟ مساق‌های بی‌رحمی که در مورد دیگران شنیده‌اید چه بوده؟ من فکر می‌کنم که خب سینما هم تقریبا مثل هر چیز دیگه‌ای، زیستش قرار نیست همیشه اینطوری باشه وقتی که توشی. یعنی طبعا تو تا یه جایی خب داری کار می‌کنی، خوبه، همه چیز پیش میره، بعد نسل بعدی میاد، نسل بعدی میاد، نسل بعدی میاد و تو ناخودآگاه توی اون سرازیری میفتی. ولی اینکه تو بس برمیگره به همین که تو وقتی برای یه چیزی خیلی تلاش میکنی، دلت میخواد که خب همیشه اینجا باشی دیگه، یعنی ببینیش که خب دیگه الان همه چی اوکیه، ولی اینطوری نیست. بحث هم اینه که زیست آدمیزاد کلا همینه. یعنی صرفا حالا شاید تو سینما نمودش خب خیلی بیشتر باشه، چون آدما دوچار یه شهرتی میشن و خب حالشون خیلی خوبه یا بقیه خیلی بهشون اهمیت میدن، دوستشون دارن، و بعد اینکه دوران اوجشون به اصطلاح میاد پایین، چون نسلای بعدی داره میاد، اتفاقای جدید داره میاد، سبکای بازیگری جدید داره میاد، خب این اتفاق طبعا میفته و خیلی هم غم‌انگیزه.